به نام خدا، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان. در خدمت شما هستیم با توضیحات یک الگوریتم دیگه در نرم افزار تیا. در اینجا قصد داریم که این 8 تا چراغ سیگنالی که روی صفحه میبینین رو بیایم با یک ورودی حالا استارت بیایم اونا رو به ترتیب وارد مدار کنیم. خب من فقط میام اینا رو، این 8 تایی که اینجا هست رو به عنوان یک بایت میام در نظر میگیرم. از روش های مختلف شما میتونی مثلا کار ست و ریست رو براش انجام بدی، ولی من کاری که مثلا میتونی با ست کردن، با کانتر یا با خیلی از توابع دیگه میشه این کار رو انجام داد. کاری که من اینجا میخوام انجام بدم با شیف رجیستره. میخوام یه برنامه هم با شیف رجیستر بنویسم که ببینید که به چه صورت میشه این کار رو انجام داد. شما نتیجه یک شیف رجیستر رو مثلا میتونید یک مموری باش بیاین و بیت های یک بایت مموری رو بیاین باش تغییر بدین و نتیجه اون رو بیاین بدین به حالا یک کیو یا به خروجی که برای شما فعال و غیر فعال بشه. ما مستقیما خود اون بایت صفر رو که کیو هستش، یعنی کیو ورد صفر رو میایم روش کار شیفت رو انجام میدیم که بین شمارهای مختلف اون بایت اول، یعنی از کیو 0 و 0 تا کیو 0 و 7 برای ما تغییر بکنه. دیگه از مموری این وسط استفاده نمیکنیم، از خودش استفاده میکنیم. خب من میام اینجا شروع میکنم به تعریف آدرس ها. یه آی 0 رو 0 در نظر میگیرم، میگم که موو اولیه. خب مثلا می‌نویسم موو اولیه و یه دونه آی 0 رو 1 هم می‌نویسم استارت شیفت به این صورت استارت شیفت. حالا من 4 تا خروجی دارم دیگه اینجا میام، ببخشید 8 تا خروجی دارم. از کیو 0 و 0 شروع میکنم به آدرس دهی. اولی هست H1، دومی هست H2، همینطور تا انتها H4، اینم H5، H6، H7 و آخری هم H8 که میشه کیو 0 و 7. این تگایی هست که من اینجا میام تعریف میکنم. خب من میام میگم که میخوام شما وقتی شیفت میخوای انجام بدی یکی از اون 8 خونه باید فعال باشه، چون اگر شما هیچ خونه فعال نباشه، هیچ بایتی فعال نباشه، عملا یک مقدار 0 رو اگر بخواید شیفت بکنی هیچ اتفاق نمیفته. پس من میگم آی 0 و 0 رو که زدم، همون موو اولیه که زدم، شما بیا چیکار بکن؟ شما بیا مثلا کیو 0 و 0 رو که همون H1 ما هست رو فعال بکن. حالا میخوام اینو به سمت منتقل کنم. حالا اگر به جای H1، حالا اینو اگر بخوایم ما شیفت بکنیم باید به سمت چپ شیفت بکنیم که بره کیو 0 و 1، کیو 0 و 2 و همینطور تا کیو 0 و 7. اگر میخواستیم از سمت راست شیفت انجام بشه، به جای اینجا به جای H1 می اومدیم H8 رو ست می کردیم، بعد می گفتیم به جای اینکه بیا به سمت چپ برو به سمت راست شیفت پیدا بکن که می شد کیو 0 و 7، کیو 0 و 6، کیو 0 و 5 و همطور می اومد به سمت. عمل شیفت رو می تونیم از کجا انجام بدیم؟ عمل شیفت قرار شد که آی 0 رو 1 بار انجام بده. برای اینکه به صورت یک لحظه، یعنی یک بار استارت شیفت انجام بشه، میام اینو به صورت لبه تعریف میکنیم. مثلا یه حافظه بهش اختصاص بدم، میموری 0 و 0. حالا دیگه برای اینکه تنوعی هم بشه برای شما، دستور رو به جای اینکه از اینجا و از توابع بیام در نظر بگیرم، میام از قسمت اینستراکشن توی این موضوعهای مختلفی که اینجا داریم، مثل حالا بیت لاجیک و اینجا هم توابع ریاضی، اینا قسمت آخرش شیفت اند روتیت هستش که از اینجا میتونیم بیایم و استفاده کنیم. اگر اینجا هم میتونیم از روتیت میخوایم ادامه پیدا بکنیم، هم میتونیم از روتیت استفاده بکنیم که دوباره بچرخه بیاد اول، ولی برای اینکه
یه برنامه‌نویسی تغییر بکنه، من میام از شیفت استفاده میکنم. خب به طب اینجا هم باید چون میخوایم به سمت چپ بره از شیفت لفت باید استفاده بکنم. خب من شیفت لفت رو به این صورت میارم، البته باید بیاد توی نتورک دو. میگم که دیگه میموری ورد اینجا در نظر نمیم، میگم کیو ورد صفر که میشه همون بایت اول رو زمانی که من عمل شیفت رو زدم یه دونه انتقال بده، نتیجهش رو بذار دوباره تو کیوورد صفر. خب به این صورت عمل شیفت انجام میشه. ولی نکته ای که هستش این که ما وقتی عمل شیفت رو انجام میدیم میشه کیو صفر و صفر، کیو صفر و یک میره تا کیو صفر و هفت. دفعه بعدی که میزنیم عملا صفر میشه دیگه، اون مقدار اون کیوورد صفر میشه، یعنی کلن از بایت هفتم صفر و هفتم رد میشه. ما میام چیکار میکنیم برای اینکه دوباره برگرده حالت اول، از این حالت استفاده میکنیم. میگیم که اگر کیوورد صفر مقدارش باشه چند؟ مقدارش باشه صفر. اون لحظه اولی که به این صورت هست میام یه مموری رو براش فعال میکنم که لحظه اول راند شدن هم میتونه این کار انجام بشه. حالا میگیم این مموری 0 و 1 رو در نظر بگیریم شما. خب میگیم لبه بالا رونده این مموری، مموری 0 و 2. خب بیاد چیکار کنه؟ بیاد ست کنه کیو 0 و 0، یعنی همه چی رو دوباره برگردونه حالت اول. این احتمال داره که توی اول برنامه هم بتونه به ما کمک بکنه، چون در لحظه اول کیو ورد صفر هستش، بیاد خود به خود کیو صفر و صفر رو برای ما ست بکنه. ببینید من اینجا میام سیو میکنم، تغییرات رو PLC سیم باز هست، اینا رو دانلود. خب به این صورت PLC سیم رو باز میکنم و موو اولیه استارت شیف از H1 تا H8 رو درش قرار میدم، H4 H5 H6. ببین الان H1 فعال شده. چرا؟ چون لحظه اول گفته که من صفرم، میموری ورد صفر، من چون صفر هستم پس اومده عمل موو رو، عمل ست رو انجام بده. برای اینکه این کارو جلوشو بگیریم، مثلا شما میتونید بیای بگی که اگر میموری استارت رو زدم، یعنی موو اولیه، یعنی قبلش زده شده باشه و موو اولیه زده شده باشه و شما صفر بودی، بیا این کارو انجام بده. که اینو حالا شما اگر خواستی میتونید توی برنامه‌تون اضافه بکنید. خب به این صورت پس دیگه نیاز به موو اولیه نداره، من فقط میام آیه 0 و 1 رو میزنم. ببینید میره H2 رو روشن میکنه، H3، H4، H5، H6، 7، H8. ببینید من یه دونه دیگه بزنم چه اتفاق میفته؟ عملا دیگه از این بایت میفته بیرون، اون یک دونه بیتی که هستم. پس چی میشه؟ پس کیوورد صفر مقدارش میشه صفر. وقتی مقدارش بشه صفر ما بهش گفتیم بلافاصله بیا ست کن کیو صفر و صفر رو که H1 رو باید فعال بکنه. ببینید اینجا H1 دوباره فعال شد. پس انگار که ما داریم حالت روتیت رو براش انجام میدیم. ببینید الان اومد کیو صفر و هفت، کیو صفر و هفت که رفت بیرون بلافاصله کیو صفر و صفر به این صورت فعال شد.